در این کنفرانس که قبل از ظهر امروز در تالار لوی جرگه برگزار گردید، رئیس جمهور کشور ابتدا نمایشگاه صنایع ملی افغانستان را افتتاح نمود و از بخش‌های مختلف آن دیدن کرد. چون روز قزاقستان ازبکستان چون اصلا کیفیت که چلنج ورکاوم بهترین حالا کوالیتی استاندارد یو کیلو مالم ندارم موتور قطار ولار دی روزمره باری گرفته ترسیگی و سل دولاره تو طول بازار ترسیگی در ترسیگی
$50,000 د افغانستان پیسې چې بیرون د تلې بسیخ چې دوه مخه امیر ګرځولې ده نقد هم دلته پوښتنه یعنی به دست بافت شده، یعنی دانه دانه نیست. از این ما هر سایزش میتونیم جور کنیم اگر ضرورت باشه. ساخت متن؟ بله، ساخت متن. میدم با خداست ما کتاب افغانستان و وردک صاحب تشریف دارن کتاب افغانستان را چاپ میکنیم تیشوی افغانستان چاپ میکنیم تمام ما وردک صاحب همه دوستایی که میوه دارن ما میوهشون را به بسیار استاندارد بالا کاتن بهتر برشون بهتر بسیار منظم سیمیکریش خیلی سپاس تو دمیکریش کجا کجا صد فیصد هم بشیم خودش هم بیگه دیدیم دیغم بیغم باقی بیتر بسیم ایستار پتو خواه بیتر بیبنیم کلنوی سکیل بگم اسم تن مربع جرخ نکنیم اسم تنش هم باشیم نا نیم نام خدا یه رئیس وقتش هم الان میگیم فقط یک تو نا همه ایسیم بشتیم متعاقباً حامد کرزی در کنفرانس سرتاسری صنایع ملی افغانستان که به ابتکار اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا و اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان برگزار گردید به ایراد سخنرانی پرداخت. رئیس جمهور افتتاح نمایشگاه صنایع ملی کشور را باعث خوشحالی و افتخار دانست افزود که صنعت ما زمان ترقی می کند که ما تولیدات خود را خریداری نماییم. صنعت ما وقت ترقی میکنه که ما دوای خود بخریم، سیخ خود بخریم، دروازه خود بخریم، کوچ چبکی خود بخریم، البسباب خود بخریم. بسیار چیزا نمیدانیم شما خوارا برادرا رفتیم نرفتیم پسانتر میانید نتمن سن میکنیم. مختلف دوای تفلا، دوای کلانا، دو سه دفعه پرسان کنم که برادرا کیفیتش درست از گفتنا. بس به اطمینانه که نفر وطن خود ما بر مومنته که دوایم خوب است ما باید بخریم. اگه کمی خراب برامد برش بگیم که اصلاحش کن. احلمت را آهسته آهسته مملکت ها به ترقی بهتر میرسند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان از امین اکنون تا سال 2014 میلادی تحلیل را در مسائل اقتصادی روی دست دارد. به همین منظور شورای عالی اقتصادی را ایجاد کرده است تا کشور را به تمام معنا برای ترقی و تهداب گذاری بهتر آماده سازد. رئیس جمهور گفت که از تولیدات و ابتکار کشور خود ما بدون شک مملکت به سوی ترقی در حرکت است. حامد کرزی به وزارت‌های سکتور اقتصادی وظیفه سپرد تا زمینه استفاده از تولیدات وطن را فراهم نمایند. ما وظیفه داریم همه ما که از تولیدات وطن خود استفاده کنیم. وزارت مالیه، وزارت تجارت، بازم میگم وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد،
و هر اداره دیگه افغانستان اینها با تمام سعی خود به خرج بدن تا زمینه ساز خرید اموال خود ما، تولیدات خود ما در داخل وطن شوند، جایی که ما از خود تولید داریم از بیرون ضرورت نیست. رئیس جمهور با اشاره بر تحلیل های زد و نقیز بعضی از نهادهای غربی در مورد آینده افغانستان گفت که از تحلیل های متذکره معلوم می شود که ما باید حقایق را در این میان جستجو کنیم. حقیقت ایست برادر و خواهر عزیز که مملکت ما، کشور عزیز ما بدون شک و شبهه به فضل خداوند متعال به طرف ترقی و بهبود روان است. بدون شک، بدون هیچ گونه شک و شبهه. حامد کرزی در مورد سفر اخیرش به کشور هند و دیدارش با اعضای کنفدراسیون صنعتکاران هند گفت که صنعتکاران هندی ابراز علاقمندی نمودند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و ما آنان را در راستای سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب نمودیم. همچنان رئیس جمهور از سرمایه گذاران کشورهای ایران، پاکستان، چین و سایر همسایه ها و کشورهای غربی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری بیشتر نمایند. به همین ترتیب حامد کرزی از پیشرفت های کشور در عرصه های مختلف ابراز رضایت کرد و اطمینان داد که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی با وقت و زمان آن و به خوبی برگزار می گردد. انتخابات افغانستان بر ریاست جمهوری و بارش برای شورای افغانستان با وقت میشه، با خوبی میشه. اون مقابله وقت شروع شده، کاندیدا برآمدن بیرون، ما هم همگیشون تشویق میکنیم که مبارزه کنن، برن به سراسر افغانستان، از مردم افغانستان رای جمع کنن، پروگرام خود را توضیح کنن، از سراسر کشور مردم جمع کنن و از اونا رای بخورن. حکومت جدید می، رئیس جمهور جدید می، حکومت جدید می، حکومت تازه تر می، با فکر بهتر می، انشاءالله که از ما کره، از می حکومت ما کره، خدمت بهتری به افغانستان بکنه و حتما میکنه. در این کنفرانس که به ابتکار اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا و اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان برگزار گردید و در آن نمایندگان صنعتکاران سکتورهای مختلف مرکز و ولایات اشتراک داشتند، وضعیت عمومی صنایع در افغانستان و چالش‌هایی که در مقابل توسعه فعالیت‌های صنعتکاران وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.